سلام خدمت دوستان پیج زومبا آی تی. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. خب دوستان توی این ویدیو میخوام یکی از بهترین بلد هایی که کوین هایی که بر بستر تلگرام میاد رو ساپورت میکنه رو بهتون معرفی کنم. حالا تو ویدیو نکاتی میگیم، آموزش هایی میدیم، مخصوصا نکات امنیتی که کوین هاتون به سرقت نره یا حالا هک نشه کیف پولتون، که حالا در ادامه با هم بررسیش میکنیم. بریم که با هم شروع کنیم. خب دوستان قبل از اینکه شروع کنیم حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب اون اگر سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و کانال تلگرام هم توی بخش کامنت گذاشتم، اونم میتونید فالو کنید که اخبار روز رو داشته باشید. حالا هم کانال تلگرام هست هم اینستاگراممون توی بخش کامنت ها هست، ولی میبینم که دوستان کانال رو سابسکرایب ندارن، فقط مثلا تنها یک ویدیو رو میبینن، مثلا در مورد ویدیوهای قبلی که ساختیم در مورد ترونیکس اپ ما بوست و همه چی رو توضیح دادیم. تو ویدیو آخر دوستان دارن در مورد بوست میپرسن. همینجور که ببینید ما اینجا بوست رو توی ویدیو قبلش توضیح دادیم کامل، ما برنامه ترونیکس اپ رو توضیح دادیم. بعد ویدیوهای قبلی رو ببینید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید که بتونید ویدیوهای قبلی رو هم ببینید. خب دوستان بریم که با هم ویدیو رو ادامه بدیم. خب من وارد محیط موبایلم میشم همینجا که ببینید. ولتی که میخوام امروز معرفی کنیم ولت تانکیپره. همونجوری که می‌بینید تانکیپر، این ولدی که الان داریم معرفی می‌کنیم هم روی ویندوز جواب میده هم روی اندروید، حتی وب ولت هم داره، یعنی شما به صورت وب ولت هم میتونید ازش استفاده کنید. حالا فقط تنها کاری که شما دارید بستگی به سیستم عامل گوشیتون، بیاید این اپلیکیشن رو دانلود کنید. الان گوشی من اندروید، همونجوری که می‌بینید باید بیام توی پلی استور و تانکیپر رو دانلود کنم. قبلا من دانلودش کردم، اینجا من اوپن رو می‌زنم. خب همینجور که میبینید ما اولین باری که وارد این ولت میشیم به این صفحه روبرو میشیم که اینجا ایمپورت ولت داره یا کرییت ولت. ما اگر قبلا ولتی داشتیم میتونیم اینجا ایمپورت رو بزنیم و کلید واژه هامون رو بهش بدیم و وارد ولت قبلیمون بشیم. اگرم که کامل ولت نداریم میتونیم اینجا کرییت نیو ولت رو بزنیم و یک ولت جدید بسازیم. من الان کرییت نیو ولت رو میزنم. همینجور که میبینید میگه یه رمز بذار برای ولتت. من به عنوان مثال میذارم 1 2 3 4. حالا شما هر کدی دوست داشتید میتونید بذارید، من اینجا اینو میذارم که وارد بشه. خب اینجا یه دسترسی میخواد برای نوتیفیکیشن که اگر کوین وارد ولتتون شد براتون نوتیفیکیشن بیاد بدونید که کوین رو ریسیو کردید. اینجا من انیبل رو میزنم. خب همینجوری که میبینید محیط خیلی ساده ای داره اینجا، محیط ولت به این صورته. حالا اولین کاری که شما باید انجام بدید اینجا برید بکاپ بگیرید. شما الان ولتتون رو ساختید، باید بکاپ بگیرید. حالا شما اگر ولت رو توی ویندوز میساختید اول کلید واژه ها رو بهتون میداد، ولی روی سیستم عامل اندروید میذاره ولت رو بسازید، بعد بیاید اینجا کلید واژه هاتون رو بکاپ بگیرید. من اینجا رو نگاه کنید میزنم 24 کلمه بهم میده. من کانتینیو رو میزنم، رمزی که گذاشتیم رو میپرسه، رمز رو میزنم، وارد میشه. میبینید اینجا 24 تا کلمه به ما میده، این کلید واژه این ولت الان. یعنی شما باید این کلید واژه ها رو برای خودتون نگه دارید. هر کسی که دسترسی به این کلید واژه ها داشته باشه همه کاری با ولت میتونه بکنه، یعنی یه جورایی صاحب ولت میشه. پس این کلید واژه ها رو حتما برای خودتون نگه دارید، حالا یه جایی بنویسیدش که گمش هم نکنید. حالا با گوشی اگر دارید کار میکنید میتونید اسکرین شات بگیرید و بعد یه جایی یادداشتش کنید. حالا فقط توجه داشته باشید که اگر برای گوشیتون یا حالا برای ولتتون مشکلی پیش بیاد، تنها راه بازگردانی همین کلید واژه هاست، که حتی با همین کلید واژه ها شما میتونید روی ویندوز ولتتون رو باز کنید، روی وب ولت باز کنید. پس این کلید واژه ها رو یه جایی یادداشت کنید که گم نکنید. خب من چک بکاپ رو میزنم و بکاپ رو گرفتم. الان نگاه کنید به من میگه که کلید واژه ها رو بهت دادم، الان میخوام چک کنم ببینم درست یادداشت کردی یا نه. گزینه شماره 9 و 15 و 22 رو مثلا به من بده. من بک میزنم چون من ننوشته بودمش. الان هر بارم که وارد میشید تغییر میکنه، ببینید. پس من یه اسکرین از این صفحه میگیرم و این بکاپ رو انجام میدم و برمیگردم. خب دوستان نکته بعدی که این ولت ها دارن، حالا هم این ولت و ولت های دیگه ای که کوین ها رو ساپورت میکنن، تمام ترانزکشن هاش، یعنی تمام جابجایی کوین های شما رو از طریق تان کوین انجام میدن. یعنی شما هر کاری با این ولت بخواید انجام بدید باید مقداری تان کوین توی ولتتون باشه. یعنی شما اگر مقداری نات کوین، حالا یا هر کوین دیگه ای اینجا داشتید میخواستید انتقال بدید به صرافی یا به کیف پول دیگه ای، اجازه به شما نمیده. بهتون میگفت که حتما باید مقدار تان کوین داشته باشید که بتونید این انتقال رو انجام بدید، چون برای هزینه انتقال کوین تان کوین از شما کم میکنه. این نکته ای که حتما باید تو ولتتون مقداری تان کوین داشته باشید. حالا بعضی مواقع شما تان کوین ندارید که واریز کنید، یه گزینه اضافه کردید ولت به نام باتری. من الان اینجا ببینم میتونم اینجا براتون بیارم. میبینید اینجا به عنوان باتریه و میبینید کنارش هم نوشته بتا، چون خیلی وقت نیست که اضافه شده، بعد از نات کوین اضافه شد. من اینجا روش کلیک میکنم،
حالا اینجا ببینید، الان مثلا چون من کوینی اینجا ندارم، USDT زده مثلا برای من. اگر شما مثلا نات کوین داشتید، مثلا اینجا نات کوین رو انتخاب می‌کردید، مثلا میگفتید نزدیک 3 دلار، اینجا این گزینه رو می‌زدید و کانتینیو می‌زدید، نزدیک 3 دلار از شما نات کوین کم می‌کرد و به شما تان کوین میداد که بتونید انتخاب بدید. حالا می‌بینید گزینه‌های زیادی هم داره، 8 دلار، 5 دلار، 3 دلار و اینجا آدرز هم داره. آدرزش برای نات کوین که من تست کردم کمتر از 300 نات کوین نمی‌شد. شما می‌تونید اینجا 300 بزنید که براتون سوآپ کنه و مقداری بهتون تان کوین بده. اینم گزینه‌ای هست برای دوستانی که تان کوین ندارن تو حسابشون و می‌خوان کوین ها رو انتقال بدن. حالا نکته دیگه ای که اینجا هست، چون ترانزکشن ها کامل با تان کوین انجام میشه، شما سعی کنید که حداقل یه دونه تان کوین داشته باشید، یا حالا مثلا 0.1 0.2 تان کوین بریزید برای این ترانزکشن ها که یه جایی گیر نکنید. حالا قیمت تان کوین رو چک کنید، هر وقت قیمتش اومد پایین هر تعدادی که میتونید بخرید، حتی مثلا 10 تا 15 تا هر تعدادی که میتونید بخرید، چون کوین فوق العاده معتبریه و با این ربات ها فوق العاده داره پیشرفت میکنه. شاید در آینده قیمت همین تان کوین هم خوب بره بالا و تان کوینی که شما اینجا ذخیره کردیدم بهتون سود بده. اینم گزینه بود که باید در نظر بگیرید. حالا یه کار دیگه اینجا برای ما این ولت هم انجام میده، همینجوری که ببینید نوشته سواب، این فقط روی نسخه موبایلیش این سواب هست. سواب رو میزنیم، شما مثلا مقداری کوین دارید میتونید چنجش کنید به تان کوین. مثلا من زمانی که نات کوین تازه ریخته بودم توی ولتم، حالا مثلا صرافی من که کوین اکس بود ساپورت نمیکرد که دیپازیت کنم و بتونم بفروشمش. اومدم مقدار نات کوین رو سواب کردم به تان کوین و نگهش داشتم و حتی جدیدنم قیمت نات کوین یه مقدار رفت بالا، من نات کوینامو مقداری سواب کردم به تان کوین که داشته باشم. حالا زمانی هم که قیمت نات کوین ریخت، تان کوین حالا مثلا قیمتش یه جورایی الان ثابت شده، میتونم دوباره سواب کنم تان کوین بهم نات کوین بده. حالا اگر کار کرده باشی دقیقاً میدونی من دارم چی میگم، ولی من حساب کتاب کردم این سواپ خیلی کارمز میگیره. یعنی اگر من میتونستم نات کوینمو بفرستم به صرافی و بعد تان کوین بخرم و دوباره بفرستم اینجا، خیلی ارزون تر پای من میافتاد، چون که اینجا میبینید قیمتی که اینجا زده از شما میخره توی صرافی لحظه‌ای قیمت بالا پایین میشه، ولی همینجوری که ببینید ما از اول ویدیو تا الان همین قیمت اینجا برای ما زده، ولی توی صرافی قیمت بالا پایین میشه، بهتر میتونید خرید و فروش کنید. این سواپ رو دیگه زمانی انجام بدید که دیگه مجبوری، چون میگم که فی شبکه زیادی میگیره و قیمت همون قیمتی که خودش دلش میخواد برای شما حساب میکنه. خب این تا اینجا در مورد سواب. خب دیگه این گزینه هم گزینه سند، ریسیو، اسکن، حتی گزینه استیک هم داره که شما میتونید اگر مقداری تان کوین دارید رو استیک کنید و سود سالانه بگیرید یا سود ماهانه بگیرید که بستگی به قراردادی که اونجا براتون زده میتونید استیک کنید و سود ببرید. حالا ما خیلی با استیک و اینا کاری نداریم، فقط سند و رسیو برای ما مهمه که گزینه سند برای ارسال، همینجوری که ببینید برای ارسال کوین مثلا به صرافی ها شما باید حتما کامنت هم بزنید. حالا ممو میگن بهش، کامنت میگن، یعنی دو تا آدرس باید بدید. به عنوان مثال شما اگر این کوین رو میخواید ارسال کنید به صرافی ایرانی، حالا یا صرافی کوینکس، حتما باید آدرس رو بزنید و ممو و کامنتی که اینجا نوشته، یعنی باید دو تا آدرس بزنید، یه دونش رو نزنید براتون ارسال نمیکنه. ولی ترانزکشن های داخلی مشکلی نداره، یعنی شما اگر کسی که میخواد کوین رو دریافت کنه تان کیپر باشه، همون آدرس تکی کافیه، ولی برای صرافی ها حتما باید هم کامنت رو بزنید هم آدرس نیمون. خب دوستان این تا اینجا دیگه خیلی کاری نداریم، فقط نکته آخرم اینجا بگم که اگر شما به عنوان مثال کدای حفاظتیتون رو گم کردید، یعنی اون کلید واژه هاتون رو گم کردید، دوباره میتونید بیاید اینجا ببینیدش. برید توی قسمت ستینگ و اینجا قسمت بکاپ، میبینید توی قسمت بکاپ برید، اینجا رمزتون رو که بزنید بهتون نشون میده، شو میزنید، کانتینیو، و اینجا رمزتون رو میزنید دوباره همون کلید واژه ها رو به شما نشون میده که الان من دیگه نمیخوام. بعضی از دوستان مثلا روی گوشیشون دو تا سیم کارت دارن و دو یا چند تا اکانت تلگرام دارن، با این ولت میتونید دو تا اکانتتون رو کنترل کنید. حالا چه جوری؟ شما میتونید این ولت رو بیاید این بالا و اد ولت رو بزنید، یک ولت جدید معرفی کنید. ببینید اینجا یه اد ولت میزنیم، این فقط برای دوستانیه که میخوان دو تا ولت داشته باشن و استفاده کنن. حالا تا هر تعدادی هم که بخواید اضافه میکنم، من 5 6 تا هم تست کردم راحت برای من جواب داد. ببینید دوباره نیو ولت رو میزنید و اینجا رمزتون رو میزنید، حالا یه رمز دیگه حتی میتونید عوضش کنید، یه رمز جدید میتونید بهش بدید.
ببینید وارد میشه enable notification، حتی رنگش هم میشه عوض کنیم. ببینید مثلا میگم اینو به عنوان ولت دو بشناس، سیو میکنم. ببینید الان دو تا ولت دارم، میتونم سویچ کنم بین هر کدومش. همین کارا رو هم دوباره میتونید توی ولت بعدی انجام بدید، بکاپ بگیرید و این کارا رو انجام بدید. خب دوستان ما تا اینجا دیگه تمام چیزها رو توضیح دادیم، سند رو توضیح دادیم، حالا من ریسیوم بگم. ریسیو میشه آدرس ولت خودتون، میتونید آدرس ولتتون رو بدید به دوستاتون به عنوان مثال، یا این آدرس ولت رو باید به بازی ها معرفی کنید که کوین ها براتون ارسال بشه. سند برای ارسال، ریسیوم برای دریافت. دیگه کامل اینا رو میدونید. حالا مهمترین نکته که اینجا میخوام بهتون بگم، وقتی که داراییتون زیاده باید به شدت محافظت کنید از ولتتون. حالا چجوری؟ من اینجا ولت خودمو باز کنم که دقیقا بهتون بگم چجوری باید محافظت کنید. خب دوستان نگاه کنید، وقتی که شما ولتتون رو وصل میکنید به بازی ها یا حالا مقداری کوین داخلش دارید، میبینید این الان ولت خود منه. الان مثلا این اسکمره اومده برای من مقداری تان کوین زده، مقدار خیلی جزئی، میبینید چند تا صفر 15، و گفته که بیا مثلا برو توی این ایردراپ 1000 تا تان هدیه بگیری، مثلا جایزه گذاشت. و اگر شما طمع کنید و وارد این سایت هایی که اینا زدن بشید، کامل حسابتون رو خالی میکنن یا مقداری از کویناتون رو برداشت میکنن. الان نگاه کنید چند تا برای من اومده، یه دونه اینجا دارم، دوباره این هست، میبینید مقداری اینجا هست. حالا شاید همش هم نباشه ها، ولی همینجور که میبینید زیاده، یکی اینجا مثلا. این چرا باید اینجوری برای من NFT ها رو وارد کنه؟ همینجور میبینید چند تا برای من اومده، گفته که برو توی این سایت. من اینا رو دیگه نادیده میگیرم، یعنی شما هم باید اینا رو نادیده بگیرید. یعنی شما اصلا کاری به اینا نداشته باشید که حالا وارد این سایت بشید که داره جایزه میذاره. میدونید چند تا برای من اومده؟ همین جور اومده، میبینید. اگه بخوام بهتونشون بدم تعدادش خیلی زیاده، ولی من میگم که اینا رو نادیده میگیرم و به هیچ عنوان وارد سایتشون نمیشم. حالا من خودم هم دقیقاً وارد این سایت ها نشدم که ببینم دقیقاً چی از ما میگیره که دسترسی داره به ولتمون، ولی دیدم که توی استوری که گذاشتم دوستای زیادی بودن که برای من پیام زدن که وارد این سایت ها شدن و حسابشون خالی شده. حالا دوستانی که این اسکم رو تجربه کردم بگید که چی ازتون دریافت کرد که تونست حسابتون رو خالی کنه. خب دوستان اینم از ویدیوی امروز. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، و اگر نکته توی این ویدیو جامون توی بخش کامنت ها عنوان کنید که توی ویدیوهای بعدی بهش بپردازیم. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. Thank God that the brothers on the rise now.